سلام میکنم به همه شما بینندگان عزیز برنامه نبه اعدام. من آرزو هستم و با یک نبه اعدام دیگر با ما باشید. برنامه این هفته هم دو قسمت داره که در قسمت اول کلیپی در رابطه با اعدام کودکان در ایران تهیه کردم و در قسمت دوم همکارم آرش مصاحبه‌ای داشته با مژگان حاصلی و سیامک بهاری در رابطه با اعدام کودکان در ایران. سلام میکنم به شما بینندگان عزیز. بیننده نبه اعدام هستید. من آرش راجی هستم و قصد دارم در این برنامه در ادامه برنامه قبلی موضوع اعدام کودکان رو بررسی کنم که تو همین زمینه با دو مهمان عزیز هستیم، خانم مژگان حاصلی خبرنگار و فعال حقوق زنان از استکهلم و آقای سیامک بهاری فعال سیاسی و مدافع حقوق کودک. خیلی خوش آمدید به این برنامه.
خانم آسلی، اولین سوالم از شما اینه که زندانی بودن کودکان در ایران امر تازه‌ای نیستش. گروه های مدافع حقوق کودک بعضا از زندانی بودن تعداد زیادی کودک و نوجوان صحبت میکنن و موضوع اخیر اعدام زندانیان پایین سن قانونی هم بیشتر از قبل مطرح شده. آیا آمار دقیقی از کودکان محکوم به اعدام وجود داره و اینا در زندان یا جای دیگه ای نگهداری میشن؟ درود میفرستم به بینندگان و شنوندگان عزیز. در مورد این مسئله خدمتتون عرض کنم که متاسفانه موضوع آمار در مسائل اجتماعی و چرا که برای به دست آوردن یک آمار دقیق نیاز به دسترسی به تمامی متغیرها و همچنین آزادی در میدان بررسی اون پدیده رو داریم. کارشناسان همواره در ایران برای تحلیل چرا که این مسائل مستقیم یا غیر مستقیم بلافاصله جنبه امنیتی و در بعضی موارد جنبه حیثیتی حتی در سطح بین‌الملل پیدا میکنه. در مورد کودکان زیر اعدام یا در خطر اعدام یا حتی کودکانی که اعدام شده متاسفانه هیچ آمار دقیقی در دست نیست، همونطور که از آسیب‌های خطرناک اقتصادی اجتماعی دیگری هم که تو ایران پیش میاد ما آماری نداریم. همیشه وقتی ما داریم در زمینه مسائل اعتیاد تحقیق میکنیم به هیچ آمار درستی نمیرسیم. در مورد خودکشی، پایین اومدن سن فحشا، کودکان خیابانی، حتی آمار فقر در جامعه که بر اساس خط فقری که هیچ وقت راه به سامانی نداشتن، باز ما به نتیجه نمیرسیم. یکی از بزرگترین مشکلات ما هستش در این زمینه. اما یه تحقیق صورت گرفته بر اساس تحقیقات عفو بین‌الملل در سال 2014 خدمتتون بگم که ایران با 289 مورد اعدام رسمی و 454 مورد اعدام غیر رسمی که اعلام شده بود در صدر جدول کشورهای با بالاترین میزان اعدام قرار گرفت و همینطور اجرای قانون مجازات اعدام کودکان در ایران یکی از بزرگترین موارد نقض حقوق بشره که باز هم همواره ایران رو در صدر این جدول قرار میدادش. در خدمتتون بگم که در این گزارش هم اومده که ایران یکی از چهار کشوریه که به اعدام مجرمین کودک در طول 5 سال گذشته شهرت داشته. خوش آمد میگم به شما. اولین سوالم از شما اینه که اعتراض به اعدام کودکان و نوجوانان در ایران بسیار گسترده بوده و سازمان‌های علیه اعدام هم تو این زمینه خیلی جدی کار کردن و برای نجات کودکان فعالیت کردن. شما میتونید چند تا از این کمپین‌ها یا مبارزات بزرگ علیه اعدام کودکان در ایران رو در موردش توضیح بدید؟ سلام دارم برای بینندگان شما همینطور خانم حاصلی. ممنونم که منو دعوت کردیم به این برنامه. مبارزه علیه اعدام کودکان همجوار با مبارزه وسیع علیه اعدام در ایران از بعد سر کار اومدن حکومت اسلامی ادامه داشته و به اشکال مختلف تونسته جلوی برخی از این اعدام ها رو بگیره، متوقف کنه و در این حال یک بخش از تلاش مردم برای افشای جنایات بیشمار جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی بود. اعدام کودکان یکی از اون رقم جنایات شناخته شده جمهوری اسلامی که تقریبا شاید در تمام دنیا بی‌نظیره و جمهوری اسلامی و جریانات اسلامی تروریستی فقط دست به این کار میزنه. در این حال خب جمهوری اسلامی همیشه امتناع کرده از پذیرش اینکه کودکان رو اعدام میکنه و دلیل هم داره. یه دلیلش اینه که جمهوری اسلامی کودک رو برابر کنوانسیون شناخته شده حقوق بشر نمیشناسه و کودک با معیارهای مذهبی دختر 9 سال و پسر 15 سال قمری اون هم، یعنی کمتر از چند ماه کمتر از سال شمسی، دیگه کودک محسوب نمیشن و در این حال همیشه جمهوری اسلامی اعلام کرده که کودکان رو اعدام نمیکنه چون اینها کودک نیستن برابر قوانین اسلامی. در نتیجه پسر بچه یا دختر بچه که در سن 10 سالگی یا 14 سالگی 15 سالگی دستگیر شده کودک محسوب نمیشه و برابر قوانین مجازات کیفری اسلامی میشه هر بلایی که سر بزرگ سال میارن سر کودک هم بیارن. در مورد کمپین ها گفتی،
کمپین های وسیعی چه از طرف سازمان های بین المللی علیه اعدام، چه از طریق مردم به صورت خودجوش و با ابتکارات وسیع مردمی صورت گرفته. شاید از مشهورترین اونها کمپین برای نجات جان بهنود شجاعی بود. به خاطر میایید که بهنود شجاعی رو در زندان اعدام کردن، در حالی که بهنود فقط 17 سال داشت، در 15 سالگی دستگیر شده بود. دلارا دارابی نمونه دیگرش بود، دختر نقاشی که جمهوری اسلامی برای ضربه زدن به جنبش اعتراضی مردم در سحرگاه روز اول ماه مه سال 2009 اعدامش کرد و میخواست زهر چشم بگیره، و ده ها کمپین وسیع دیگه در سطح بین المللی، شکایات بیشمار میتونم بگم به دادگاه های مختلف، محکومیت جمهوری اسلامی به خاطر نقض خشن حقوق کودکان در ایران، همینطور در رابطه با اعدام ها افشای لیست های وسیعی از اعدام، در یک مورد 124 کودک در شرف اعدام اعلام شده بودند. کمپین وسیع دیگری برای دفاع از زندگی و نجات جان علی میهن ترابی گذاشته شد که منجر شد به مرخصی دادن به علی میهن ترابی و در همین مهین ترابی ببخشید و در همین فاصله اون تونست از کشور خارج بشه و خودش رو به جای امنی برسونه و دیگه دست جمهوری اسلامی بهش نرسه. ده ها فقره از این کمپین ها و اعدام ها علیه اعدام ها صورت گرفت و کماکان هم ادامه داره، از جمله کمپین دفاع از زندگی و جان محمد رضا حدادی، کودکی که در 15 سالگی در شیراز دستگیر شد به جرم قتل و بعدها در زندان اعتراف کرد که نه تنها قتلی مرتکب نشده، بلکه کسانی که این قتل رو مرتکب میشن با پرداخت به مقداری پول به خانوادهش اون رو راضی میکنن که قتل رو به عهده بگیره و بعدا متوجه میشه حتی پولی هم به خانوادهش پرداخت نشده، از بس فشار مالی و فقر باعث شده بود که حتی بپذیره که قتل مرتکب شده. و هنوز محمد رضا حدادی زیر تیغ اعدام هست، براش تلاش میشه، سازمان های بین المللی میشناسنش و کلن به یه چهره شناخته شده یه الان تبدیل شده و همین باعث شده که جمهوری اسلامی نتونه این عمل جنایتکارانه رو صورت بفرد. خانم واصلی، شما فکر میکنید تاثیر این وضعیت بر روح و روان اون کودک یا نوجوان محکوم به اعدام چیست؟ کودکانی که با کابوس تناب دار بزرگ میشن و بعد از 18 سالگی اعدام میشن، آیا فکر میکنید این موزل با عکس العمل لازم تو دنیا مواجه شده؟ خدمتتون بگم که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر کودکان رو پس از دریافت حکم اعدام در مراکزی که به اصطلاح مرکز اصلاح و تربیت هستش نگهداری میکنه بر اساس روش‌های آموزشی و تحمیلی که خودشون دارن، بعد تا رسیدن سن 18 سال اونها آماده بشن. این دوران واقعا جزء وحشتناکترین دوران‌های زندگی هر فردی میتونه باشه، تجربه خیلی دردآوریه، انگار که افراد مانند قربانیانی باید صبر کنن تا جان بگیرن، تا فربه بشن، بعد تن به تناب دار یا دست سرد قصاص سپرده بشن. خب کاملا آشکاره که وضعیت روحی در پی اون وضعیت جسمی این افراد در بدترین حالت ممکن قرار میگیره. ترس، اضطراب، ناامنی، ناامیدی، همه این موارد دردهایی که به دوش کودک خطاکار قرار میگیره. کودکی که موقع زمان جرمش رشد فکری و عقلانی شاید کاملی نداشته و 100% هم همین بوده. و همچنین از قدرت کامل کنترل هم برخوردار نبوده. شاید و بیشتر موارد هم ناشی از عوامل محیطی هستش که اون در اون به وجود اومده، در اون رشد کرده و هیچ اختیاری در اون نداشته. حالا باید به دست قاضیان بیروحی که احکام مرگ رو راه تعالی یک جامعه میدونن، به دست یک عدالت کور سپرده بشه. این در حالیه که هیچ توجهی به بستر رشد و تربیت و معاش این کودک نشده، این مسیری که یکی از مهمترین راه‌های کمک به نسل آینده است.
این بچه ها زایده همین جامعه هزار لایه هستند که اکثر قریب اتفاقشون هم قربانیان شرایط خانوادگیشون هم خانوادهی که خودشون هم فرزندان شرایط نامساعد اجتماعی اقتصادی یک کشور در هم پاچیده است و این افراد دوران محکومیتشون رو در واقع دیگه در بدترین شرایط میگذرونن، دیگه واقعا بدترین محیط سرد حقوقی، ما دو قانون هایی رو میشنون که حتی کوچکترین مفهومی از اونها براشون آشکار نیست و باید منتظر تصمیم های سرد بشینن که سرنوشتشون رو مشخص کنه. و همونطور که گفتم این مسئله همواره توسط سازمان های مدافع حقوق بشری، همونطور که جناب آقای بهاری اشاره کردن، سازمان هایی که با تمام توان دارن سعی میکنن ناشایسته بودن احکام بدوی رو نشون بدن، حمایت شده، نجات این افراد، کمک به این افراد، ولی در واقع متاسفانه باز هم کمه. همچنان نیاز هست که این حرکت ها صورت بگیره و خیلی مهمه که این حرکت ها از درون جامعه ما آغاز بشه و بعد به جوامع بین المللی بتونیم منتقلش کنیم. آقای بهاری، خواست نهادهای علیه اعدام در مورد این موضوع چیه و تا کنون چه اقداماتی تونستن انجام بدن در این زمینه؟ صداتون برای من مفهوم نیست. عرض کردم که خواست نهادهای علیه اعدام در این زمینه چیه و تا کنون چه اقداماتی تونستن انجام بدن؟ ببینید، اجازه بدید من راجع به چند نکته ابتدایی توضیح بدم و بعد راجع به نهادهای علیه اعدام صحبت کنم. یکی مورد قصاصه و کلن جان ستانی در جمهوری اسلامی. به اشکال مختلف جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان یک ابزار برای حکومتش استفاده میکنه. یه وسیله است اعدام و ترسوندن و ایجاد رعب و وحشت در جامعه، یه وسیله است برای حکومت اسلامی. در این حال قصاص این امکان رو به جمهوری اسلامی میده که این جنایت رو به دست دیگری انجام بده، طناب دار رو به دست دیگری بده و خودش رو به عنوان ولی جامعه کنار بکشه و بگه که خب اونا باید رضایت بدن، رضایت خانواده رو به جا بیاره و موضوع جانستانی افراد رو به احساسات یک خانواده ارجاع میده، نه پیشرفته ترین قوانین، نه مقابله با جرم، نه جرم شناسی، نه احیای شخصیت فردی که جرمی مرتکب شده. کار جمهوری اسلامی اینه که نقطه پایان بذاره و صورت مسئله رو پاک کنه و بگه مسئله‌ای در کار نیست. همون کاری که با موضوع اعتیاد میکنه، همون کاری که با هر جرم و جنه و جنایتی در جامعه میکنه، با خشونتی که اساساً خود جمهوری اسلامی بانی، مسبب و عامل بقاش در جامعه هست، فقر گسترده‌ای که مردم رو اساساً به جون هم دیگه میندازه، جمهوری اسلامی منتظر میمونه و قربانیان به جون هم میافتن. بعد از اینکه به جون هم افتادن، اون وقت طناب دار رو دست یکی از این افراد میده، بعد میگه که حالا تو میتونی تصمیم بگیری یا جون اینو نجات میدی، چون جون این مربوط به توئه. قوانینی که مربوط به قبایل و دوره بدویت بشر و دوره‌ای که اصلا انتقام بخشی از خصوصیت دوران جهالت بشر رو میگذرونه، الان فرق میکنه. الان قوانین برای انتقام از افراد نیست، برای بازپروری، بازگرداندن فرد به جامعه، حفظ حرمت فرد و در این حال حفظ حرمت جامعه است. جامعه ای که مداوما در اون میکشن و جان میستانن و دولتی که با خونسردی کامل میشینه و حکم قتل صادر میکنه، حتی نوع حکم، مجری، ساعت، همه اینها رو از قبل میچینه و تحویل اداره اجراییات احکام میده و میگه خب حالا برو بکش. به همین خاطر اعدام قتل عمد دولتی محسوب میشه. اعدام یکی از شنیع ترین رفتارهایی که جمهوری اسلامی نسبت به شهروندان این جامعه انجام داده. نهادهای مقابله با اعدام به صورت وسیع و گسترده‌ای در ایران شکل گرفتن. این نهادها اساساً برای احترام به جامعه، برای حفظ حرمت جامعه، برای نجات جان افراد از قوانینی که ساخته شدن که جون بگیرن، ساخته شدن که خون به جامعه بپاشن، در مقابل اونها قد علم کرد و یه رنسانسی در جامعه صورت گرفت. پس دادن حکم قصاص، همین اخبار مسرت بخشی که طی همین دو هفته گذشته منتشر شده رو بخونید،
30 خانواده، 50 خانواده میرن و طناب دار رو پس میدن به جمهوری اسلامی و میگن ما رو قاتل نکن و اون فرد رو نجات میدن. در این حال جمهوری اسلامی همیشه بهانه برای کشتن داشته، برای کشتن دختر نوجوانی که فقط یه اطلاعیه از یه تشکیلات سیاسی خونده اعدام کرده، تا مخالفان سیاسی خودش رو ترور کرده، از بین برده، سربنیست کرده. کار جمهوری اسلامی همین بوده و الان در مقابلش سازمان‌های بین‌المللی هم جمهوری اسلامی رو افشا می‌کنن، هم رابطه با جمهوری اسلامی برای کشورهایی که مخصوصاً غرب که اساساً جمهوری اسلامی براش یک بازار قبل از هر چیز و قبل از اینکه به حقوق مردم در ایران، به جنایات بیشمار جمهوری اسلامی در ایران، به سرکوب‌های خشنش نگاه کنه، به اون بازار و اون بیزنس و سود سرشاری که نصیبش میشه و امکانات استراتژیکی که در منطقه ممکنه به دست بیاره یا ممکنه از دست بده به اون میاندیشه. و این نهادها یکی از نقشای برجستشون این بوده که رابطه با جمهوری اسلامی رو سخت کردن. دولت‌ها مجبورن جنایات جمهوری اسلامی رو به مردم بگن. دولت‌ها به سادگی نمیتونن دروغ تحویل مردم بدن، مردم خودشون بدن و دروغ تحویل بدن تا رابطه حسنه با جمهوری اسلامی داشته باشن. یکی از تأثیرات مهم نهادهای مقابل با اعدام اتفاقا متوقف کردن و به درجه قابل توجهی تخفیف در اعدام، تخفیف در توقف اعدام کودکان بود. به سالهای قبل، 10 سال قبل به سادگی میشه گفت، نگاه کنید، شما مداومن و شاید ماهانه رقم اعدام کودکان رو 10 مورد، 15 مورد در زندان‌های مختلف از شمال تا جنوب و شرق تا غرب کشور می‌شنیدید و الان به شدت فروکش کرده. جمهوری اسلامی ناچار شد عقب بنشینه. توی قوانین جزایی و کیفریش هم سن کودکی رو تغییر داد. قبول کرد که کودکان رو باید در مراکز دیگری نگه داره، قبول کرد که کودکان رو نباید اعدام کنه، اگرچه این هنوز صورت میگیره، اگرچه هنوز مواردی هست که این کودکان به خاطر جرمی که در کودکی خودشون صورت دادن و جمهوری اسلامی اونها رو در زندان نگه داره، اگر 50 سال هم از عمرشون بگذره و فردی که در 14 سالگی دستگیر شده در 64 سالگی اعدام بشه، کودک اعدام شده هنوز، چون این کودک در زندان نگه داشته شده طی این مدت، در حالی که میتونست بازپروری بشه و در این حال جرمی که در کودکی صورت میگیره با همون عنوان باید بهش رسیدگی کرد. در کودکی صورت گرفته، نه نقشه از قبلی هست، نه برای اون فرد آموزشی دیده و حتی شکلی از انتقام فردی هم نمیتونه باشه. تأثیر فوق العاده مهم و مثبت نهادهای بین المللی علیه اعدام، افشای جمهوری اسلامی، متوقف کردن احکام اعدام در مورد کودکان و در این حال دادن رنسانسی به جامعه بوده که جامعه خودش تصمیم بگیره و در مقابل اعدام ها قد علم کنه. خانم حاصلی، سوالم از شما اینه که شما در جریان مباحث و تصمیمات مجلس یا کلن دولت در مورد اعدام کودکان هستید، آیا عقب نشینی کردن یا اینکه فقط اعدام کودکان و نوجوانان رو کمی کمتر کردن؟ لطف کنید کوتاه، چون من 2-3 تا سوال دیگه مونده که بپرسم، تایممونم زیاد نیست. ممنون. بله، همونطور که آقای بهاری اشاره کردن، یک مقدار تخفیف هایی در نظر گرفته شده، اما در واقع نشنیدن یک خبر دلیل بر نبودن اون نیست. بسیاری از اتفاقا و اعدام ها در نقاط مختلف ایران به وجود میاد، پیش میاد، صورت میگیره که در سکوت خبری میمونه و خیلی از خانواده ها ترس از اطلاع رسانی رو دارن و به خاطر همین مسئله است که اگر خانواده‌ای در نهایت هم درخواست کمک و یاری از سازمان‌های بین‌المللی داره، معمولاً تا آخرین فرصت صبر می‌کنه. چرا ممکنه حتی اعتماد به وعده‌های مسئولین و دروغ یا وعده‌های دروغین مقامات داشته باشه که شاید تا لحظه آخر بخششی رو شامل حال اون فرد بکنن. اما در واقع
تغییرات چندان زیادی ایجاد نشده، چرا که هنوز قوانین همون قوانینه و هنوز داره همون احکام اجرا میشه. شاید ظاهر اون قوانین رو دارن یک مقدار دست میکشن رو سر و ظاهر اون قوانین، ولی نفس اون قوانین وجود داره، اون احکام ناشی از شریعت وجود داره و داره اجرا میشه و تغییرات خیلی خیلی جزئی هستش. با توجه به اینکه کنترل خیلی زیادی هم میشه که اطلاع رسانی صورت نگیره، خیلی از خانواده ها میترسن و یا با توجه به قدرتی که روی مسائل سایبری جمهوری اسلامی الان اعمال میکنه یا حکمای سنگینی که روی مسائل فعالیت های محیط های مجازی گذاشته روی افراد، به خاطر همین خیلی اطلاع رسانی ها هم کمتر شده در واقع. آقای بهاری، به عنوان سوال آخر میخواستم از شما بپرسم که برای لغو ممنوعیت قطعی اعدام کودکان چه باید کرد؟ لطف کنید توی یک دقیقه، چون وقت نداریم زیاد، این سوال از خانم حاصلی هم دارم. بفرمایید. خواهش میکنم. همینطور که در مقابل اعدام جامعه خودش رو ملزم دیده که بیاد و قوانین جمهوری اسلامی رو ملغا کنه به صورت بخشش ها و یا هر چیزی دیگه که الان اسمش از صورت میگیره، در مورد اعدام کودکان هم همینطوره. تنها اعدام رو با اعتراض وسیع و با بین المللی کردن و رسانه‌ای کردن اونها میشه متوقف کرد. پیام من الان به همه خانواده هایی که فرزندانشون به عنوان کودک دستگیر شدن و در زندان هستن، در درجه اول اینه که از تهدید جمهوری اسلامی نترسن و این اسامی رو با رسانه های بین المللی در میون بذارن و رسانه ای کنن. این یکی از راه های متوقف کردن اعمال جنایت توسط جمهوری اسلامی. در این حال خانواده هایی که شاکی هستند و میخوان که طناب دار رو جمهوری اسلامی به دستشون بده، باید به خاطر داشته باشن که جمهوری اسلامی اونها رو به یک قاتل تبدیل میکنه و باید این حکم رو پس بزنن و اتفاقا جمهوری اسلامی رو شکست بدن تا اونجا که به اجرای قانون قصاص برمیگرده. در موارد دیگه ای همینطور که در مورد حکم قصاص هست، این جمهوری اسلامیه که میخواد خون به جامعه بپاشه و باید با اعتراض وسیع، با محکوم کردن جمهوری اسلامی و نپذیرفتن احکام اعدام، جمهوری اسلامی رو به عقب نشینی وادار کرد و موج وسیعی از اعتراضی که در جامعه الان صورت میگیره رو از هر وقت دیگه ای وسیع تر کرد، قبل از هر چیز رسانه ای کرد و دنیا رو ازش مطلع کرد. متشکرم. ممنون. خانم حاصلی، این سوال از شما هم دارم برای لغو ممنوعیت قطعی حکم کودکان. به نظر من، نظری که من دارم، کاری که میشه کرد دعوت به روشنگری برای تک تک افراد جامعه است و کمک به ایجاد حساسیت بالا در افراد نسبت به اتفاقات پیرامونشونه، چرا که اگه تک به تک افراد حس مسئولیت رو در خودشون ایجاد کنن، میتونن حرکت‌های بسیاری انجام بدن. همونطور که اشاره کردن آقای بهاری، یک حرکت با یک خبررسانی چه در فضای مجازی چه در فضای حقیقی صورت میگیره، شروع میشه با همکاری و همبستگی نسبت پرشتی ها و احکام ضد بشری، میشه به سادگی در جامعه حرکت های بزرگ رو انجام داد و قبح یک ظلم رو آشکار کرد و صدای یک جمعیت، یک ملت، یک افرادی که تحت ظلم هستن رو به سایر نقاط دنیا رسوند. اگرچه شاید در نگاه اول سخت باشه، شاید در نگاه اول هر یک از افراد بگن نه، من شاید من یک نفر چه کاری میتونم بکنم، اما نه، در طول زمان و به احترام نسلی که فرزندان ما اون رو تشکیل خواهند داد، حتما به نتیجه خواهد رسید. و خوب نکته ای را اشاره کردن، ایشون روحیه بخشش و گذشت رو از خودمون آغاز کنیم، از خانواده هایی که دارای حق هستن این رو گسترش بدیم و باعث بشیم که جامعه بر اساس محبت، مهر، بازپروری و یاری با همدیگه بشه بتونه رشد رو تعالی پیدا کنه. ممنون از شما. ممنون از شما خانم حاصلی و آقای بهاری که دعوت من رو پذیرفتید و به این برنامه اومدید. براتون روزها و شبهای خوبی رو آرزو میکنم.
مرسی که با ما بودید. شماره تماس و آدرس ایمیل پایین صفحه هست. نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید. من آرزو به همراه همکارم محمود پاکدار در اتاق فرمان، هفته خوش رو براتون آرزو می‌کنم.